با گذشت پنج روز از مشخص شدن تکلیف برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام در کنگره آمریکا، اظهار نظرهای متناقض نمایندگان مجلس ایران در مورد شیوه برخورد با این توافق به سردرگمی ها در این زمین دامن زده. روز سهشنبه 31 شهریور ما محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس از امکان ارائه یک طرح سخن گفت که بر مبنای آن دولت مجاز به انجام تعهدات ایران مشروط به پایبندی طرف مقابل به انجام وظایف و تعهداتش می شود. در اظهار نظری متفاوت محمد سقایی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مدعی شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرده که برجام باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. همزمان غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی عضو دیگر شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد اساسا معتقد نیست که گزارش برجام به رأی گذاشته شود و به صورت قانون در بیاید بلکه باید تنها به صورت گزارشی از سوی کمیسیون ویژه برجام خوانده شود یک روز پیش علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت آنچه مجلس باید انجام دهد نه تصویب برجام است و نه رد آن بلکه تصویب خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت و اجازه دادن به دولت است برای عملی نمودن توافق صورت گرفته با گروه پنج با علاوه یک. آقای بروجردی در عین حال با خبر دادن از اینکه عدهای از نمایندگان معتقدند برجام باید در مجلس به رأی گذاشته شود و عده اعتقاد دارند که صدور بیانیه در مورد آن کافی است افزود فکر می کنم که سمت و سوی حرکت ما به طرف یک مصوبه قانونی برود البته نه برای رد و یا تایید برجام بلکه برای اجازه دادن به دولت جهت اقدام برای برداشتن گم های عملی در جهت تحقق برجام رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این حال پیش بینی کرد که توافق جامعه هسته ظرف حداکثر یک هفته آینده از صد مجلس عبور کند اظهارات دیروز آقای بروجردی در حالی منتشر شده که وی پیشتر تاکید کرده بود دولت باید در قالب لایحه‌ای برجام را به مجلس ارائه کند. علی لوریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون مواضع متفاوتی را در این زمینه اعلام کرده است و یک نیم پیش تاکید کرد ارائه لایحه دولت در این باره از نگاه سیاسی فوایدی در پی خواهد داشت آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی حدود سه هفته پیش گفت مسلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود این اظهارات در شرایطی بیان شد که دولت حسن روحانی تاکید داشت با توجه به بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی نیازی به بررسی جداگانه آن در مجلس نیست پنجشنبه گذشته فرصت قانونی کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک بدون نتیجه به پایان رسید و به این ترتیب اکنون در خارج از ایران مانعی قانونی برای اجرای این توافق وجود ندارد ده روز قبل از سپری شدن مهلت کنگره آمریکا علی لاریجانی اعلام کرده بود که مجلس ایران مهر ماه نظر خود را در مورد برنامه جامع اقدام مشترک اعلام خواهد کرد در تحول دیگر قاسم جعفری یکی از نمایندگان مخالف توافق اتمی با اشاره به بازدید یوکی آمان و مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از مرکز نظامی پارچین گفت مسئولان دولت میگویند این بازدید تشریفاتی بوده اما به نظر من بعید است که رئیس آژانس بینالمللی انرژی هسته آنقدر بیکار باشد که بخواهد از پارچین بازدید تشریفاتی داشته باشد همزمان حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون بر برجام به خبرگزاری تصنیم گفته است در مورد ارائه سند محرمان میان ایران و آژانس طرف سوال ما اصلا یوکیو آمانو نبود ولی آقای صالحی در جلسه تاکید کرد که این سند را در اختیار کمیسیون برجام میگذارد اما در اختیار ما نگذاشتند البته ما میدانستیم که این سند را به کمیسیون نمیدهند اما تعجب کردیم که آقای صالحی چطور چنین چیزی را مطرح کرده و همان موقع هم می دانستیم که اشتباه کرده چنین حرفی زده و قطعا توبیخ می شود. بنابر گزارش منابع خبری عبد رب منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن روز سهشنبه سی یک شهریور با یک هواپیمای نظامی وارد فرودگاه عدن شد او به مدت شش ماه در عربستان سعودی بود قرار است آقای هادی برای سخنرانی در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک آمریکا شود در اوایل سال جاری شورشیان حوسی منصور هادی را مجبور به ترک صنعا پایتخت یمن کرده بودند رئیس جمهور ابتدا به شهر بندری عدن در جنوب رفت اما در ماه مارس با شورش حوسیان به عربستان رفت و از اقامتگاه خود در تبعید امور کشور را تحت کنترل داشت جامعه جهانی او را به عنوان رئیس جمهور قانونی یمن میشناسد بازگشت منصور هادی در روز سهشنبه یک شهریور در پی بازپس گرفتن شهر عدن و مناطق همجوار از حوسیها ها توسط نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی امکان پذیر شده است آقای هادی در فرودگاه عدن از سوی نخست وزیر دولت انتقالی مورد استقبال قرار گرفت خالد بها که کابینه هوادار منصور هادی را تشکیل داده خود از ماه گذشته در عدن مستقر شده است برخی گزارش ها است که احتمال اعلام پایتختی عدن به جای صنعا شهری که هنوز نیروهای حوسیان را تحت کنترل دارند تقویت شده است ریاض یاسین وزیر خارجه در دولت بها ابراز اطمینان کرده است که اوزای جنگی در یمن به سود نیروهای هوادار منصورهادی تغییر کرده و او در کشور خود باقی خواهد ماند منابع نظامی یمنی هوادار رئیس جمهوری یمن روز سهشنبه شهری شهریور اعلام کردند نیروهای مقاومت مردمی و اعتلاف عربی در حمله گسترده به مواضع شبه نظامیان حوسی و ساله در مناطق تعز توانستند خطوط دفاعی آنها را بشکنند و به سوی مناطق استراتژی پیشروی کنند از سوی دیگر شبه نظامیان حوسی به تلافی شکست های نیروهایشان در مناطق مختلف با خمپاره و توپ اقدام به گلوله باران مناطق مسکونی شهر تئس کردند در همین حال دولت تحت رهبری رئیس جمهوری یمن در پیامی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ اقدامات فوری از سوی این سازمان در برابر جنایات حوسی شده و آنها را به عنوان جنایتکاران جنگی مورد تعقیب قرار دهند سرتیب احمد اسیری مشاور وزیر دفاع سعودی و سخنگوی نیروهای اعتلاف عربی در مصاحبه گفت که این نیروها در مرحله فعلی عملیات خود را بر آزادسازی معرب و تعز متمرکز کردند. آقای عسیری تاکید کرد که مرحله بعدی آزادسازی صنعا از دست کودتاگران حوسی و صالح خواهد بود. بنابر این گزارش در حالی که نیروهای اطلاف در جبه های مختلف یمن در حال پیشروی هستند، حوسی ها زیر ضربات هوایی اطلاف تلاش می کنند تا از افراد خود در مناطق هوبان پشتیبانی کنند. طبق این گزارش جنگنده های اطلاف در این مناطق موازه حوسی ها را به شدت بمباران کردند. اوضاع در یمن بعد از اعزام نیروی نظامی اطلاف به این کشور در ماه ژوئیه 2015 تغییر یافت. نیروهای مردمی بابسته به منصورهادی موفق شدند عدن و پنج استان جنوبی را از تصرف شورشیان حوسی خارج کنند. حسن روحانی صبح روز چهارشنبه اول مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی 1394-95 پس از نباختن زنگ بازگشایی مدارس سراسر سر کشور در مدرسه باقرالعلوم واقع در منطقه 14 تهران از دانش آموزان درباره شرایط پس از اجرای توافق اتمی پرسیده است. وی از جمله از دانش آموزان پرسیده است به نظر شما چه فرصت جدیدی از لحاظ علمی، فناوری، دانش، اقتصادی و روابط ما با همسایگان و همچنین با دنیا به وجود آمده است؟ آقای روحانی همچنین گفت با پیروزی هسته ای امروز فضای جدیدی پیش روی کشور و ملت قرار گرفته و همه امید ما این است زنجیرهایی را که دشمنان روی دست و پای اقتصاد ما بسته بود باز شود. همزمان با بازگشایی مدارس علیرغم وعده های دولت روحانی هنوز از تدریس زبان مادری اقلیت های قومی در مدارس کشور خبری نیست. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش 11 مهر 1392 اعلام کرد که تدریس زبان قومیت ها در مدارس در اولویت برنامه های او قرار دارد. فانی از طرح خود برای عملی کردن وعده رئیس جمهور صحبت کرد اما طرح او با موجی از مخالفت ها در بدنه حاکمیت روبرو و نهایتا به فراموشی سپرده شد. بنابراین سال تحصیلی جدید امسال نیز برای میلیون ها کودک ایرانی در مناطق قومی بدون تدریس زبان مادری در مدارس کشور آغاز می شود. اما ناگفته نماند که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید اتفاقات مهمی از منظر اقوام روی داد. حسن روحانی در سفر به استانهای آذربایجان شرقی در سی اردیبهشت و کردستان در چهار مرداد برای نخستین بار از بعده های خود به اقوام یاد کرد. تأسیس بنیاد فرهنگی در تبریز، افتتاح دو واحد آموزش زبان کردی در دانشگاه های کردستان و مجده تأسیس بخش کردی خبرگزاری دولتی ایرنا از جمله این رویداد هاست. از همه مهمتر خبرگزاری ایرنا 27 مرداد گزارش داد تعلیف محتوای کتب درسی دانش آموزان به زبان کردی در دست اقدام است. به نوشته ایرنا در صورت آماده شدن محتوای این کتب تدریس آن از امسال آغاز می شود در غیر این صورت از سال آینده این امر اجرایی خواهد شد. در همین راستا خبرگزاری مهر نیز 22 شهریور گزارش داد که مقدمات راه سرویس زبان کردی این خبرگزاری انجام شده و این بخش آماده رونمایی است. به رغم این گام های مثبت در آستانه سال تحصیلی جدید هنوز از تدریس زبان مادری اقلیت های قومی در مدارس کشور خبری نیست اما این وضعیت در دانشگاه های کشور رو به تغییر است بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 1394 سازمان سنجش آموزش کشور برای مهر ماه سال 94 نخستین بار در دوره روزانه چهل دانشجو در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات کردی پذیرش خواهند شد. به گزارش ایرنا فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز با این موضوع موافقت کرده است. پیشتر این فرهنگستان با اتخاذ مواضعی تند و منفی از تدریس زبان اقلیتهای قومی در مدارس انتقاد کرده بود یکی از اصول روشنی که در قانون اساسی آمده است اصل پانزده قانون اساسی است که میگوید استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است اصلی که تاکنون اجرایی نشده است. کارشناسان میگویند مسئله وعده دادن با مسئله طرح و برنامه ریزی و زبانبندی گره میخورد. ارائه ندادن این یک برنامه می تواند طرح و برنامه های مهم سیاسی و اجتماعی یک کشور را در حد حرف های پایه و اساس و فاقد مفهوم تنزل دهد. این کارشناسان میگویند برای اجرا کردن وعده ها حسن روحانی نیاز به بودجه، کارشناس، زمان و چانه های سیاسی و قربال های زمان برای اطلاعاتی و امنیتی دارد. مهدی نعیمی اردبیلی مدرس سابق زبان ترکی آذربایجانی در دانشگاه های کشور میگوید وعده انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر تأسیس فرهنگستان زبان ترکی به ایجاد بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان تقلیل یافت که مؤسسین اصلی آن وزیر ارشاد، استاندار و نماینده ولی فقیه هستند و حتی در اساسنامه بنیاد مزبور به زبان ترکیه آذربایجانی اشاره نمی شود. کارشناسان بر این باورند با ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه های کشور با زبان کردی نه به عنوان یک زبان بومی ایرانی که به عنوان یک زبان خارجی همانند اسپانیولی، انگلیسی و روسی برخورد می شود. اگر دولت واقعا خواهان آموزش زبان مادری است باید این مسئله را از دبستان آغاز کند. قطعا هیچ یک از اقوام ایرانی هم به دنبال این نیستند که زبان فارسی را تضعیف کنند و تنها به دنبال آن هستند که زبان مادری خود را هم در کنار زبان رسمی یاد بگیرند و این آموزش از کودکی باید آغاز گردد نه از دوره دانشگاه اقوام ایرانی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بیشترین آرا را روانی سبد حسن روحانی کردند انتظار دارند دولت نیز در حمایت از خواستها و مطالبات آنها وظیفه خود را فراموش نکند با وجود مخالفت شماری از اعضای اتحادیه اروپا وزیران کشور 28 عضو این اتحادیه روز سهشنبه 31 شهریور در نشست اضطراری خود در بروکسل بر سر توضیع و سهمیه بندی پناهجویان و مهاجران میان اعضا با اکثریت آرا به توافق رسیدند اگرچه در طرح به تصویب رسیده حرفی از تعیین های اجباری زده نشده اما جمهوری های چک، مجارستان، رومانی و اسلواکی به شدت با آن مخالفت کردند و فنلاند به آن رأی ممتنع داد. لهستان هم گفته است که مخالفتی با سهمی بندی ندارد اما اجباری بودن آن را نمیپذیرد. وزیر کشور لوکزامبورگ که ریاست دوره اتحادی ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفته است که موافقت با توزیع 120 هزار پناهجو و مهاجر در میان اعضا در مرحله اول به خاطر کمک به یونان و ایتالیا است که با ورود هزاران مهاجر مواجه بودند وزیر کشور لوکزامبورگ همچنین گفت که این طرح به سایر کشورهای عضو نیز بعدا کمک خواهد کرد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا آن را اولین گام مهم در واکنش متحد اروپا برای مدیریت بحران پناهجویان خواند ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان خواستار اقدام بیدرنگ برای ایجاد یا توسعه امکانات پذیرایی از پناهجویان و مهاجرانی که به یونان و ایتالیا وارد میشوند و ثبت نام آنها برای توضیح در سایر کشورهای اتحادیه اروپا شد کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده که با توافق روز سهشنبه در مورد سهمیه بندی 120 هزار نفر و 40 هزار نفری که قبلا در مورد آنها توافق شده بود اکنون اروپا با بیشترین شمار مهاجران و پناهجویان از بعد از جنگ جهانی دوم روبروست در عین حال پس از توافق بروکسل که باید در روز چهارشنبه اول مهر به تایید نشست سران کشورهای اروپایی برسد انتقادهای مخالفان همچنان ادامه دارد میلوش زمان رئیس جمهور چک گفت فقط زمان ثابت خواهد کرد که تصمیم امروز چه اشتباهی بوده رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی گفت او شرایط تازه را نخواهد پذیرفت و به حرف دیکته شده از سوی اکثریت احترام نخواهد گذاشت رادیو پراگ نیز گزارش داده است که جمهوری چک ممکن است مسئله را به دادگاه عدالت اروپا ارجاع دهد در لتوانی که وزیر کشورش از طرح اتحادیه اروپا حمایت کرده صدها نفر علیه سهمی بندی تظاهرات کردند با این حال ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ که ریاست جلسه سهشنبه را به عهده داشت گفت شک ندارد که کشورهای مخالف این تدابیر را اجرا خواهند کرد بنابر مصوبه روز سهشنبه جریمه مالی که دو هزارم درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود بر اعضایی که از پذیرش مهاجران خودداری کنند اعمال خواهد شد همچنین بنابر این مصوبه نقل مکان به کشورهای پذیرا به اندازه اقتصاد و جمعیت و میانگین شمار پناهجویان متقاضی بستگی خواهد داشت و انتقال متقاضیان منفرد باید ظرف دو ماه انجام شود در کمتر از سه ماه دیگر تمام تحریم ها علیه دولت جمهوری اسلامی ایران لغو خواهد شد و با این همه همونطور که میدونید نه تنها فرانسه که یک هیئت بلند پایه رو به ایران فرستاده تمام دولت ها در شتاب آمد و شد برای عقد قراردادها در ایران هستند حتی امریکا فردی رو به عنوان رابط امریکا با ایران استفان مول تعیین کرده است که در انجام روابط فعال باشد ایران خیال دارد اضافه بر هواپیماهای ارباس اروپایی هواپیماهای بوئینگ هم خریداری کند اما سفر هیئت فرانسوی که از روز دوشنبه با مدیر مؤسسات حدود 132 مدیر و دو وزیر آقای استفان فولر وزیر مشاور تجارت خارجی آقای ماتیس فکل انجام میشه این هیئت در تلاش هست که نیازهای کشاورزی حمل و نقل و مهمتر بهداشت و سلامتی رو دنبال بکنه که نیاز اون از طرف مردم ایران برای کسی پنهان نیست البته فیلمی رو که همکنون مشاهده میکنید فیلمی است که تلویزیون فرانس ونکت در ایران تهیه کرده و نگاهش بیشتر به مسائل خرید اشیاء لوکس و یا مواد آرایش و زیبایی است که میگوید رقم آن در سال بالای یک میلیارد و 500 میلیون یورو نیاز خانم های ایرانی است اما جدی بعد از رفع تحریم و بازگشت موسسات، بعضی از موسسات فرانسوی حتی ایران رو ترک نکردند مثل شرکت نفتی توتال و یا کارخانجات اتومبیل سازی رنو میدونید که مدیر خاورمیانه رنو یک ایرانی به نام آقای پیمان کارگر هست اما از یک طرف مشکل اساسی بعد از نحوه رفع تحریم ها سرمایه گذاری بانک ها در ایران است که هنوز شرایط احتیاط رو رعایت کنند. اما یک کارشناس فرانسوی گفته است که این ایراد اساسی نیست و حتی نمیتواند بلند مدت باشد اطلاع دارید بعد از توافق اساسی 14 ژوئیه و پایان شعارهای دو دولت آقای احمدی نژاد اینک دولت آقای روحانی که خود وی کمتر از دو ماه دیگر ظاهرا 16 نوامبر هنوز دقیقا مطمئن نیستیم ایشان به پاریس خواهد آمد و دولت آقای روحانی پذیرفته است که زیان و اشتباهات گذشته دولت آقای احمدی نژاد قابل ادامه نیست. اولین قرارداد کشاورزی دیروز بین وزیر کشاورزی فرانسه با همتای ایرانی خود محمود حجتی در مورد امور دامداری و کشت ذرت و تجربه درخشان فرانسه در این امر که انتخاب به جایی ظاهران از سوی ایران انجام گرفته. البته در این آمد و شدها کتاب های جهانگردی هم برای ایران در همین چند هفته گذشته چاپ شده امر توریستی و جهانگردی در هر دو سو راه اندازی شده و همطور که از یک سال و پیش در برنامه های مختلف تلویزیون ایران فردا گفته شده است روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب آینده های درخشان و هموارتری دارد قضاوت مردم و اصولا نگاه به این موضوع موضوع دومی است پاریس تلویزیون ایران فردا عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران از ورود این نهاد نظامی امنیتی به فعالیت اقتصادی دفاع کرده و گفته سپاه پاسداران با هدف سیانت از انقلاب وارد فعالیت اقتصادی شده و هدفش منفعت شخصی و اقتصادی نیست. به روز سهشنبه سی یکم شهری بر ماه گفت دولت مردان باید این نگاه را داشته باشند که سپاه رقیب وزارتخانه ها نیست و اگر به حوزه هم ورود پیدا کند هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسلامی است درباره گستره نفوذ و استیلای این نهاد نظامی امنیتی در امور سیاسی و اقتصادی ایران تا به حال انتقادهای زیادی حتی از سوی مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی مطرح شده است رهبر جمهوری اسلامی اما بارها از فعالیت اقتصادی و سیاسی سپاه حمایت کرده است. آیتالله الله خامنه روز 25 شهریور ماه در جمع فرماندهان سپاه گفت دنبال چیزهایی که میتواند به کرامت سپاه لطمه وارد کند مطلقا نروید. به گفته عبدالله حاجی صادقی این توصیه رهبری تنها به دولت فعلی نبوده بلکه برای همه دولت ها عنوان شده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه تیرماه ماه 89 گفته بود بر اساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا عمل سپاه صرفا عمل نظامی نبوده و این سازمان از این باید در همه زمینه های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد. هفته گذشته همچنین حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت نیروهای نظامی به درخواست علی خامنه ای وارد فعالیت های اقتصادی شدند. حسن روحانی آزر ماه گذشته در سخنانی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بدون نام بردن از سپاه پاسداران آن را متهم به فساد کرد و گفت اگر توفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع شد حتما فساد می آورد. این در حالی است که آقای روحانی پس از پیروزی در انتخابات و در شهری بر ماه سال 92 در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه گفته بود میخواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است سپاه امروز باید پروژه های مهمی که بخش های خصوصی توان آن را ندارد بر عهده گیرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق وارد فعالیت های اقتصادی شد. نطفه این فعالیت ها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهدهدار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات نظامی از کشورهای چون لیبی، سوریه و کره شمالی شدند. فعالیت سیاسی نظامیان از سال 84 و با حضور شماری از فرماندهان سپاه در دولت احمدی نژاد علنی تر از گذشته شد. از مجلس هفتم نیز دستاندازی سپاهیان بر قوه قانونگذاری رو به افزایش گذاشت. در دوران محمود احمدی نژاد رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بازوی مهندسی سپاه وزیر نفت شد و زمینه حضور پررنگتر نظامیان در پروژه های کلان نفت و گاز را فراهم کرد. بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی در ایران در انحصار نهادهای مذهبی مانند آستان قدس رضوی و دستگاه های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که یا از پرداخت مالیات معاف هستند و یا با نفوذ سیاسی به آن تن نمی دهند. وجود اسکله ها و گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل سپاه پاسداران که از طریق آنها کالای قاچاق وارد کشور می شود مسئله است که از مجلس ششم درباره آن بحث شد محمود احمدی نژاد زمانی که با نظامیان اختلاف پیدا کرد با اشاره به همین گذرگاه های مرزی سپاهیان را برادران قاچاقچی خودمان خواند هیچ حوزه ای از شنگندازی سپاه در امان نبوده است از کشتیرانی تا راهسازی از تجارت نفت تا بانکداری از مخابرات تا صنایع سنگین در هر تجارت و فعالیت سودآور ردی از حضور شرکت های وابسته به سپاه را میتوان مشاهده کرد در مجلس نهم بیشترین تمرکز نظامیان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به چشم میخورد به گونه ای که نزدیک به نیمی از اعضای این کمیسیون فرماندهان پیشین و اعضای سپاه پاسداران هستند جانکری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز یک شهری ماه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که ایران و روسیه نقشی سازنده در سوریه ایفا کنند تا به جنگ داخلی آن کشور پایان داده شود و گروه موسوم به حکومت اسلامی از میان برود خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود گزارش داد که روسیه 28 هواپیمای جنگنده را در استان لازقیه واقع در غرب سوریه مستقر کرده است این خبرگزاری به نقل از یک منبع آمریکایی دیگر نوشت که علاوه بر جتهای جنگنده شماری هلیکوپتر نیز به این منطقه ارسال شده و پهپادهای روسی در حال انجام مأموریت تجسسی در سوریه هستند بسیاری از کارشناسان معتقدند که این روند ادامه خواهد یافت و روسیه به طور مستقیم وارد جنگ داخلی سوریه خواهد شد خبرگزاری ایسنا به نقل از یک وبسایت خبری عربی گزارش داد که روسیه در حال آماده ساختن 95 هزار نیرو از یگانهای ویژه برای مأموریت در سوریه و مبارزه علیه دولت اسلامی است روزنامه روسیه کمرسانت نیز روز دوشنبه سی شهریور نوشت که روسیه 1700 متخصص نظامی را در بندر ترتوس واقع در شمال غرب سوریه مستقر کرده است این روزنامه منبع خبر خود را ملبانان روسی مستقر در پایگاه دریایی ترتوس ذکر کرده است این خبر تا کنون از سوی منبع مستقلی تایید نشده است دیپلومات های قربی به ویژه جانکری وزیر امور خارجی ایالات متحده با چنین اقداماتی مخالف هستند زیرا به گفته آنها دخالت نظامی روسیه در سوریه را از آنچه هست بدتر خواهد کرد در مقابل دولت روسیه معتقد است که پشتیبانی این کشور از رژیم سوریه جلوی وخیمتر شدن اوضاع را گرفته است ولادیمیر پوتین روز 15 سپتامبر مدعی شد که اگر روسیه در سوریه دخالت نمیکرد اکنون وضعیت این کشور بدتر از لیبی می بود مسکو همواره تاکید کرده است که پایان دادن به بحران سوریه تنها با کمک دولت این کشور و از طریق قلبه بر دولت اسلامی میسر خواهد بود به همین دلیل پیوسته بر خواست خود مبنی بر ایجاد یک اعتلاف فراگیر بین المللی با شرکت ایران و روسیه اصرار می کند. ایالات متحده برای غلبه بر بحران سوریه ابتدا از همکاری با روسیه خودداری می کرد. اما اخیرا اعلام کرده که چون این اعتلافی امکان پذیر است جان کری روز سهشنبه 19 سپتامبر در حاشیه نشستی در لندن گفت که آمریکا و روسیه اهداف مشترک دارند وزیر امور خارجه آمریکا ضمن بیان اینکه دولت اسلامی باید نابود شود گفت که در این زمینه و برای هماهنگ کردن عملیات نظامی علیه این گروه تروریستی مذاکره با مسکو اجتناب ناپذیر است همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران که برای ملاقات با همتای روسی خود میخائیل باگدانوف به مسکو رفته بود اعلام کرد که ایران و روسیه تمامی امکانات خود را برای حل بحران سوریه به کار میگیرند آقای امیر عبداللهیان افسود با روسیه توافق کردیم با جدیت ابتکارات سیاسی را دنبال کرده و با تمام گروه های معارض سوری و نیز رئیس جمهور سوریه به مرحله اجرا درآوریم وی از بیان جزئیات این ابتکارات سیاسی خودداری کرد در همین حال دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کمک های خود به قربانیان جنگ داخلی سوریه را افزایش خواهد داد واشنگتن قرار است در سوریه 419 میلیون دلار بیش از آنچه اعلام شده بود هزینه کند آمریکا بر خلاف کشورهای منطقه و اروپایی تمایلی به پذیرش پناهجویان سوری نشان نداده است این کشور تاکنون تنها 1800 سوری را پناه داده است آقای اوباما وعده داده است که آمریکا در سال آینده ده هزار سوری را خواهد پذیرفت